روز خوش دوستان عزیز، امروز قراره با هم آموزش این زیرلیوانی بسیار زیبا رو داشته باشیم که ارتفاع این کار تقریبا 22.5 هستش و این قسمت هم 19 سانت هستش. البته اگر که با این تک سوزنه و با قلاب شماره 4 این کار انجام بشه. بریم با هم بی معطلی آموزش این زیرلیوانی زیبا رو ببینیم. برای بافت این زیرلیوانی من از قلاب شماره 4 استفاده می کنم. نخم هم نخ مکرومه تک سوزنه هستش. برای این زیرلیوانی میام، ببینید سرش رو حتما بسوزونید. این مکرومه به این شکله، وگرنه شکافته میشه نخش. میام یه گره میزنم، 8 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 زنجیره که زدم میام به این قسمت اول بستم رو میزنم. در واقع حلقه جادوییم رو من با 8 زنجیره پر کردم. اینجا میام یه تک زنجیره میزنم. داخل این فضا رو من باید با 16 تا پایه کوتاه پر بکنم. 1 2 3 4 5 6 تا 16 تا. خب رج اول رو من با 16 تا پایه کوتاه پر کردم. میام به اولین پایه بستم رو میزنم. برای رج دو میام 1 2 3 4 معادله 1 پایه دوب و 5 تا زنجیره برای فاصله. 1 2 3 4 5 دو دور نخ روی قلاب. ببینید من اینجا اولین پایه رو بافتم. میام یک خونه رو رها میکنم، میرم داخل خونه بعدی و پایه دوبلم رو میبافم. به این شکل 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 دوباره دو دور نخ روی قلاب. یک خونه رو رها میکنم. ببینید این قسمت رو بافتم، این خونه رها، میرم تو خونه بعدی و دوباره پایه دوبلم رو میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 دو دور نخ روی قلاب. یک خونه رها، میرم داخل پایه بعدی و میبافم تا انتها. به همین شکل تو رج دو بافته میشه. خب ببینید من دارم به انتهای رج میرسم. اینجا یه دونه رو رها میکنم، میرم داخل خونه بعدی و پایه دوبلم رو میبافم. اینجا ببینید دیگه یه فاصله که بخوام اینجا پایه دوبلم رو که زنجیره به جای زده بودم. 5 تا دوباره زنجیره میزنم و میام به 1 2 3 4 5 4 زنجیره. 9 تا زده بودم، 5 تا برای فاصله، 4 تا برای پایه دوبل. بستم رو میزنم. برای رج 3 ما داخل این خونه ها کار داریم، یعنی این فضای 5 زنجیرمون. پس میرم این داخل دوباره یک بست میزنم. 1 زنجیره میزنم. میام 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میرم این داخل و دوباره 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 دوباره میرم داخل این 5 زنجیره. پس شد 3 تا پایه کوتاه
داخل این فضای پنج زنجیره میبافم، سه تا زنجیره میزنم و دوباره میام اینجا و سه تا پایه کوتاه میبافم. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب من به انتهای رج رسیدم، میام از این قسمت به اولین پایه کوتاه بستم رو میزنم. یک، دو، سه، چهار. چهار تا زنجیره بابت پایه دوبل هستش و 10 تا زنجیره میزنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. 10 تا زنجیری که زدم، دو دور نخ روی قلاب، گفتم پایه های دوبل میخوام ببافم، میام رو سر این قسمت که پایه دوبل بافته بودم. پس میام اینجا دوباره میگیرم و پایه دوبلم رو میبافم. دوباره 10 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره دو دور نخ روی قلاب، میام رو سر این قسمت پایه دوبل و دوباره پایه دوبل میبافم. به این شکل تا انتها میبافم. خب من 10 تا زنجیره انتهایی رو میزنم و میام به 1 2 3 4 زنجیره بستم رو میزنم. کار به این شکل شد. حالا باید برم داخل این فضای 10 زنجیره. پس یه بست میزنم، همینجا یک زنجیره میزنم. داخل این 10 تا زنجیره رو من باید 15 تا پایه کوتاه ببافم. پس 1 2 3 4 تا 15 تا. خب ببینید من 15 تا رو بافتم، میام دوباره داخل همین قسمت، دوباره 15 تا پایه کوتاه بدون هیچ زنجیره زدنی و فقط داخل این فضای 10 زنجیرمون من همینطور دور تا دور 15 تا پایه های کوتاه میبافم. خب ببینید به انتهای رج رسیدم، میام به اولین پایه کوتاه بستم رو میزنم، میرم روی دومی هم بست میزنم. در واقع کارم رو از روی دومی شروع میکنم. 1 2 3 4 چهار تا زنجیره معادله یک پایه دو و یک زنجیره برای فاصله. دو دور نخ روی قلاب، میام یک زنجیره رو رها میکنم، میرم داخل خونه بعدی و پایه دوبلم رو میبافم. دوباره یک زنجیره میزنم، دو دور نخ روی قلاب، یک پایه رها، میرم داخل پایه بعدی و پایه دوبلم رو به این شکل میبافم. ببینید الان شد 3 تا. دوباره یک زنجیره میزنم، دو دور نخ روی قلاب، میام روی بعدی. دوباره تک زنجیره، دو دور نخ روی قلاب، یه دونه رها، میرم بعدی. دوباره یک زنجیره، دو دور نخ روی قلاب، یه دونه رها، میرم داخل خونه بعدی. ببینید الان شد 1 2 3 4 5 6 یه تک زنجیره، دو دور نخ روی قلاب، یه دونه رها، میرم داخل این قسمت. 7 اومد به این شکل، پایه دوبل اینجا بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 میام دوباره یک زنجیره میزنم. اینجا رو ببینید، 1 2 خونه رها میکنم، میرم داخل پایه بعدی. باید پایه دوبل ببافم. دوباره میام این قسمت، شروع میکنم به پایه های دوبل، یک تک زنجیره فاصله. ببینید دوباره یه دونه رها، میرم داخل بعدی. 7 باید به این شکل داشته باشم. دوباره رها، میرم داخل بعدی.
دوباره یه خونه رها میرم بعدی، دوباره تک زنجیره، دو دور نخ روی قلاب، یه خونه رها میرم داخل بعدی. ببینید الان 2 4 5 تاست، دوباره یه خونه رها، دوباره یک زنجیره، یه خونه رها، میام این قسمت پایه دوبل. ببینید 2 4 6 7 دوباره میام یک زنجیره میزنم، این خونه و این خونه رها میشه، دو دور نخ روی قلاب و میام روی دومی از این 15 تا پایه کوتاه. دوباره به این شکل تا انتها باید 7 و 7 و یک فاصله و یه تک زنجیره وسط باید باشه. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب ببینید من به انتهای کار رسیدم. میام اینجا رو ببینید 1 2 3 4 5 6 7 دوباره میام اینجا 1 2 تا فاصله، میام به 1 2 3 4 روی زنجیره چهارم بس میزنم. من تو فضای دو زنجیره، توی تک زنجیره ها کار دارم، یعنی این فاصله های تک زنجیره ای که زده بودیم. پس میرم داخلش یک بس میزنم، یک زنجیره، 2 تا پایه کوتاه داخلش میبافم. دوباره میرم تو خونه بعدی، دوباره 2 تا پایه کوتاه. دوباره داخل تک زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه. به این شکل تا انتها میبافم. خب من به انتهای رج رسیدم، میام این قسمت بستم رو میزنم و همینجا نخم رو کات میکنم. بعدن این قسمت رو میسوزونم و بعد بسلش میکنم. میام 7 تا خونه میرم جلو. اول از همه اینجا یه گره بزنم، یک دو سه، یعنی از همین جایی که قطع کردم 1 2 3 4 5 6 7 میام تو هشتمی. پس 7 خونه رد میکنم، به این شکل میارم بیرون یک زنجیره، میام همینجا یک پایه کوتاه. 14 تا پایه کوتاه میبافم. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. بعد از اینکه این 14 تا رو بافتم، میام 2 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. میام در این رج به جای 14 تا 12 تا میبافم، یعنی یه دونه اول رو نمیبافم. میام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. این یه دونه بافته نمیشه، یعنی از 14 تا یه دونه این قسمت کم شد، یه دونه این قسمت شد 12 تا. 2 تا زنجیره میزنم، دوباره کارو برمیگردونم. اینجا هم باید یه دونه جا بذارم، ولی این بار ببینید قسمت الان جلوی کاره، این قسمت که نخ هستش این میشه پشت کار. پس این قسمت جلوی کار من میام، الان این رها میشه، میخوایم یه دونه رو کم کنیم، از این گندمی پشتی رو میگیرم میبافم.
از یک دو روی کار هستم سه گندمی پشت رو میگیرم چهار پنج شش هفت هشت نو و ده یه دونه از این قسمت کم شد اینجا شد ده تا دوباره دوتا زنجیره میزنم کارو برمیگردونم این یه دونه رها میشه این بار از این گندمی جلو رو میگیرم پس در قسمت پشت جلوی گندمی رو میگیرم الان یه دونه میذارم جا این قسمت رو میگیرم یک جلو رو میبافم دو در واقع فرانت لوپ سه چهار پنج شش هفت و هشت باز یه دونه جا گذاشتم دوباره دوتا زنجیره میزنم کارو برمیگردم ببینید قسمت روی کار هستم پس بک لوپ رو میبافم یعنی قسمت پشت رو الان این رو جا میذارم میام اینجا قسمت پشت رو میگیرم یک دو سه چهار پنج و شش این یه دونه بافته نمیشه ببینید یک حالت پله پله گرفته به خودش دوباره دوتا زنجیره میزنم و کارو برمیگردونم دوباره این بافته نمیشه قسمت پشت کار هستیم میام جلو رو میبافم پس یه دونه رها چهار تا میبافم یک دو سه و چهار همینجا یک تک زنجیره میزنم و نخم رو کات میکنم ببینید به این شکل شد حالا میام روی کار میام از اینجا که بافتیم هیچی اینجا میشمورم 14 تا نمی بافم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 و 14 پس باید از اینجا کارم رو شروع بکنم میام گره ای که زدم میام دوباره این داخل یک تک زنجیره پایه کوتاه دوباره 14 تا باید ببافم پس این شد 1, 2, 3 تا 14 تا ببینید باز من 14 تا رو بافتم میام دوباره دوتا زنجیره میزنم کار رو برمیگردونم یه دونه اینجا رها دوباره میبافم 12 تا دوباره بر میگردم از اینجا پشت رو میبافم گندمی پشت رو و همین کارهایی که برای اینجا انجام دادم اینجا هم انجام میدم تموم که شد دوباره 14 تا رو نمیبافم میام روی 15 دوباره به همین شکل اجرا میکنم من انجام میدم بر میگردم خب ببینید تا الان کار به این شکل در اومد من تا انتها بافتم این قسمت هم 7 تا پایه 7 تا این قسمت 7 تا این قسمت ابتدای کار 7 تا جدا کردیم و اینجا نخم رو کات کردم پس روی 4 طرفمون 14 تا الان پایه داریم و گوشه های کار 4 تا به این شکل در اومد بریم ادامه کار خب من یه گره میزنم از همین قسمتی که نخم رو کات کردم ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 تا کنار میذاریم پس میام از همینجا میرم داخل و پایه کوتاه میزنم
ببینید کل صبر رو باید به این شکل بسوزونیم. وگرنه اگر بخواد به این حالت باقی بمونه، این هی نخش در میاد بیرون. حالا از این قسمتی که پایه کوتاه زدیم، 10 تا زنجیره میزنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10. میام از این قسمتی که استارت کارمون خورده شد، میام اینجا و 1 پایه کوتاه میزنم. دوباره 10 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. میام این قسمتی که نخم رو کات کردم، میام اینجا و 1 پس میزنم. روی این 4 تا، روی هر کدومش من 1 بس میزنم. 3 و 4. دوباره میام 10 تا زنجیره میزنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. دوباره میام این قسمتی که شروع کارمون بود، میام اینجا و 1 پایه کوتاه میزنم. دوباره 10 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. میشمرم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. میام رو هفتمی پایه کوتاهم رو میزنم. دوباره تکرار همین قسمت هستش. میام 10 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. میام اینجا این قسمت و 1 پایه کوتاه. دوباره 10 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. میام این قسمت، میام اینجا و بست میزنم. 4 تا بستم رو میزنم. 2, 3 و 4. دوباره 10 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. دوباره میام این قسمت. ببینید اینجا که کارمو تموم شد. ببینید کار به این شکل میشه. دوباره میام 10 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 تا زنجیره دوباره میشمارم. 1, 2, 3, 4, 5, 6. روی هفتمی 1 پایه کوتاه. دوباره 10 تا زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم به این شکل. پس تا انتها میبافم. خب به انتهای رج رسیدم. 10 تا زنجیره رو زدم. میام به این پایه کوتاه، بستم رو میزنم. میخوام توی این فضای 10 زنجیره کارم رو شروع بکنم و نخورم پشت کار. میام داخل این فضای 10 زنجیره 1 بس میزنم و همینجا شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. یه تک زنجیره 12 تا پایه کوتاه میبافم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 12 تا. 12 تا پایه کوتاه رو بافتم. میام داخل 10 تا زنجیره بعدی. دوباره همینجا همین کار رو تکرار میکنم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا 12 تا. خب ببینید کار تا به الان به این شکل شد.
دوازده تا پای کوتاه هم رو قسمت بافتم، میام اینجا روی تک تک این چهار تا پایه یک پایه کوتاه میبافم. پس این شد اولی، دومی، سه و چهار. دو تا هم میام داخل این فضای ده زنجیرم میبافم. از دوازده تا پایه کوتاهی که باید داخل هر ده تا زنجیره بزنیم، دو تا رو میزنم، ده تا زنجیره میزنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. کار رو برمیگردونم، میام از اینجا میشمرم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. روی هشتمی میام به این شکل یک پایه کوتاه میبافم. دوباره کار رو برمیگردونم، توی این ده تا زنجیره دوباره دوازده تا پایه کوتاه. پس یک، دو، سه، چهار، پنج، میبافم تا دوازده تا. خب ببینید به این شکل. اینجا ما دو تا پایه کوتاهمون رو بافته بودیم، پس ده تا دوباره اینجا میبافم پایه کوتاه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو و ده. به این شکل اینجا دهتا رو بافتم، چون دوتا رو بافته بودم. دوباره میام روی این قسمت و روی این قسمت و اینجا دوازده تا، یعنی روی این سه تا دوازده تا پایه کوتاه روی ده زنجیره میبافم. دو، سه، دوازده تا تموم شد، میام دوازده تا، دوازده تا تا باز برسم اینجا. یه بار دیگه این قسمت رو بهتون بگم که دیگه این رجه آخر کارمون هستش. ببینید کار رو، من دوازده تا رو بافتم، ببینید کار، دوباره رسیدم به این قسمت، میام روی این چهار تا پایه، میام روی هر کدومشون یک پایه کوتاه. یک، دو، سه و چهار. میام دو تا هم از این قسمت میبافم، از این ده زنجیره که قراره دوازده تا پایه کوتاه ببافم، پس دو تاش بافته شد. میام ده تا زنجیره میزنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. کار رو برمیگردونم، میام میشمرم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و روی هشتمی میام پایه کوتاهم رو میبافم. دوباره کار رو برمیگردونم، میام داخل این فضا دوازده تا پایه کوتاه میبافم. دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده و دوازده. دوازده تا پایه رو که بافتم، اینجا دوتا بافته بودم، پس میام این قسمت ده تا پایه کوتاه میبافم. یک، دو، سه، چهار. ده تا پایه کوتاه رو که بافتم، ببینید به این شکل، من باید تا انتها ببافم و این کار تموم میشه. در این رج بافت ما به این شکل تموم میشه. پس حالا میام اینجا، بعد از اینکه اینجا ده تا رو بافتم، میام اینجا دوازده تا، دوازده تا، دوازده تا، دوباره همین کار، اینجا چهار تا پایه
10 تا زنجیره برمیگردم، 8 تا از این قسمت پایه کوتاه، دوباره برمیگردم 12 تا. این قسمت هم که دوتا رو حتما میبافید بعد از این 4 تا پایه رو که کوتاه بافتید، دوتا هم اینجا میبافید. دوباره همین کار تا انتها تکرار میشه.